بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما، ما به سوی تو بازگشتیم. خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات میدهند و کسانی که به آیات ما ایمان میآورند مقرر خواهم داشت. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را به سوی حق هدایت می کنند و به آن حق عدالت و حکم می کنند. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. و کسانی که به کتاب خدا تمسک می جویند و نماز را برپا می دارند پاداش بزرگی خواهند داشت. به راستی ما پاداش درست کاران را ضایع نخواهیم کرد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و برای خدا نام های نیک است، پس به آن نام ها او را بخوانید و کسانی را که در نام هایش تحریف می کنند رها کنید، به زودی آنها کیفر آنچرا می کردند خواهند داد. و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون. و از میان آنان که آفریده ایم گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گرفتارشان خواهیم کرد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من مالک سود و زیان خیشتن نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد، و اگر غیب می دانستم خیر و سود بسیاری برای خود فراهم می ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی که ایمان دارند. این ولی الله الذی نزل الکتاب
وهو يتولى الصالحين. همانا یاور و سرپرست من خداوندی است که این کتاب را نازل کرده و او یاور و کارساز صالحان است. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ای پیامبر، گذشت را پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان. و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. و اگر از سوی شیطان وسوسه ای به تو رسد، به خدا پناه ببر، بیگمان او شنوای داناست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همانا کسانی که پرهیزگاری می کنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد، به یاد خدا می افتند، پس ناگهان بینا می گردند. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. و چون قرآن خوانده شود، پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. و پروردگارت را در دل خود با تضرع و بیم، نبا صدای بلند، در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را می شنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم، حال آنکه آنان نمی شنیدند. ان شر الدواب
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که نمی اندیشند. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید، هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می خواند که شما را حیات و زندگی می بخشد، و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او حایل می شود، و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. و از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بلکه همه را فرا میگیرد، و بدانید که خداوند سخت کیفر است. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود در حالی که می دانید خیانت نورزید. واعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار می دهد و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد، و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. قل للذین کفروا این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقد مضت سنت الاولین. ای پیامبر، به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود، و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بی گمان سنت و روش خداوند در باری پیشینیان گذشته است. و این تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست، چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است.